توی این ولاگ قرار شهر اوترخت رو با هم دیگه ببینیم. این شهر چهارمین شهر بزرگ هلنده و الان توی ایستگاه قطارش هستم که ایستگاه قطارش هم بزرگترین ایستگاه قطار توی هلنده با بیش از 16 تا خط قطار. حالا میریم میبینیم که اینجا چه شکلیه و جاهای باحالش رو سعی میکنم توی این ویدیو بهتون نشون بدم. سقف شبا خیلی قشنگ میشه، نور پردازی میکنم. اینم که یه مجتمع تجاریه، یه مال خیلی بزرگیه، خیلی فروشگاه های زیادی توش هست. حالا میریم با هم دیگه توش هم میبینیم. خب اینجا در ورودی این مال هست. اینجا ما یه قرفه میبینیم که این آقا داره تبلیغ اسلام رو میکنه. اون بر دارن میگن که اونجا میگن که یه کمپینی هستش واسه نخوردن گوشت حیوانات و نکشتنشون. این طرف تبلیغ مسیحیت. خلاصه شهر فرنگه از همه رنگ. این صحنه واقعا دیدنیه. این بر اسلام، این بر مسیحیت. دارن تبلیغ میکنن واسه دینشون. ولی مسیحی ها خوبی که دارن، موزیکاشون خیلی خوبه. لحاظ موزیکی قویه. این برتری و مسیحی ها نسبت به مسلمان ها دارن. از اونجوری که با آسانسور میایم پایین، اینجا پارکینگشه که یه پارکینگ خیلی عظیم برای دوچرخه ها داره. اینجا حالا یه قسمت شاید اگه بتونم اینجا اولشو نشون بدم عالیه. اینجا پر دوچرخه هست، همه خونشه، همه دوچرخه. اینجا هم که بسته میشه اینجوری. فکر کنم بزرگترین پارکینگ دوچرخه جهان اینجاست. این تا اون ته همه تا اون ته ادامه داره. خیلی بزرگه. نمی که قسمت رو کسایی که اینجا تکدیگری میکنن، اینا سبک زندگی رو به این شکل انتخاب کردن، وگرنه اینجا واقعا همه جور امکاناتی هست برای داشتن یه زندگی سالم و موفق، ولی اینا اینجوری خواستن که زندگی بکنن دیگه. تازه با اینکه این همه اینجا امکانات هست، آموزش، خیلی چیزهای رایگان، این همه حمایتهای دولتی، ولی اینجوری دیگه. شنبه بازارشه که روزای شنبه اکثر شهرها توی سنتروم گرفه ها رو میارن میذارن و حالا یه سری محصولات ارگانیک هم توسط همون کشاورزایی که دور و زمین دارن میان میفروشن. مثل اینا محصولات زمین خودشونه، کاملا هم ارگانیکه. قیمتش یه ذره شاید بالاتر باشه ولی کیفیتش خیلی بالاست و خیلی هم تر و تازه است. گوله های زیبا. مثلا این قیمتش زده 25 یورو، ولی خب تو مغازه 100% قیمتش 30 تا 35 یورو حداقل هست. گلاش قیمتش به نظر میاد ارزون تر باشه نسبت به مغازه.
اون که پنیر فروشن تو هلند تنوع پنیر خیلی زیاده، واقعا نمیدونم چند مدل پنیر هست، ولی یکی از خوشمزه ترین پنیرها پنیرهای دودیه. یه سازه خیلی خوشگل بده کردم، این بدنش از چوب اینجا، این گوزنه رو چقدر قشنگ درست کرده با من، چون اینجا بارون زیاد میاد دیگه، ببین چه چوبی استفاده کرده که این سالم مونده، معلومه هم از خیلی هم قدیمیه. اینم از ادامه سنترون. اونجا یه کلیسای خیلی قدیمی و قشنگه که حالا داریم تو همین مسیر میریم ببینیم. اسم این کلیسا سنت مارتین هستش که بلندترین کلیسای جامع توی هلنده، خیلی عظمت زیادی داره. اونا اینو چجوری ساختن؟ اینجاش هم شبیه آمستردام، این کانالای آبی که توی آمستردام هست میشه. Don't be.
جلوی در ورودیش هم دارن مرمت میکنن. از کجا وارد چی؟ این هم پشت اون سیستم اینجا هم که سیج گذاشتن، احتمالا یه برنامه امشب هست. جالب دیگه هم که پیدا کردم این بود که اینجا بعضی از مغازه‌هاش پله داره و برای ویلچر خیلی مناسب نیست. اینجا هم همینطور یه پله‌های ریزی داره، حتی نه همه فروشگاه‌ها ولی بعضی‌هاش. من خیلی دوست دارم یه بار تجربه کایک سواری داشته باشم. احتمالاً سال دیگه پیدا می‌کنم یه جایی و احتمالاً یه ویدیو خیلی باحالی ازش درست میکنم. رفتیم سنترون رو نگاه کردیم و چرخیدیم ما هم دیگه، دوباره برگشتیم اینجا. این مسیحی‌ها که اینجا بودن رفتن، ولی مسلمان ها میدون رو هنوز خالی نکردن، منتظرن. اینا پشت کارشون بیشتر از مسیحی ها. یه از بچه های اینجا اینا بیشتر بچه های کسایی هن که مهاجر بودن اینجا و متاسفانه باعث میشن که میزان امنیت کشور بیاد پایین. اینجا هم باز تعداد دیگه هم هستن. چون به داری همینجا اینجا یا چشماشون میخونید که انگار دنبال دردسر میگردن و میشهد یعنی اصلا خوب نیست و مردم هلند هم با این قضیه خیلی مشکل دارن چون میزان امنیت میاد پایین. یکی دوستای من اینجا زندگی میکنه و اونم روی ویلچر میشینه، هندبایک الکتریکی داره و دیدم که یه زنجیر و قفل به هندبایکش وصل کرده. ازش پرسیدم چرا این کار رو کردی؟ گفتش که اینجا امنیت، چون تو این شهر ظاهراً امنیت نسبتاً پایین تر از مثلا شهر اینطوری که من زندگی کنم، چون من اگر نیاز باشه که هندبایکم رو جدا بکنم و پارک بکنم تو خیابون و برم مثلا تو فروشگاه، هیچ وقت تا حالا نشده قفل و زنجیرش بکنم و توی مدت هم برام مشکلی پیش نمیاد، کسی دست نزده بهش. ولی دوستم که اینجا زندگی میکنه میگه من باید حتما اینجا قفل و زنجیرش بکنم چون احتمال دزدیده شدنش خیلی زیاد. اینم یه چیزی بود که دوست داشتم به این ویدیو اضافه بکنم در مورد امنیت اینجا. و اگر این ویدیو رو دوست داشتید لطفا لایک کنید، کانال یوتیوب هم سابسکرایب کنید. دوست دارم نظر شما رو در مورد چیزایی که گفتم تو این ویدیو بدونم، تک تک کامنت رو میخونم و اگر برای بقیه دوستاتونم به اشتراک بذارید حمایت خیلی خوبی کردید از فعالیت‌های یوتیوبی من. دوستتون دارم تا ویدیوی دیگه.